روش‌های برطرف نمودن پدیده کریستال. تشخیص نوع کریستال اولین قدم در برطرف نمودن کریستال لیتیوم برماید است و در غیر این صورت حتی ممکنه حرکت نابجای ما موجب بدتر شدن اوضاع هم بشه. پس برای رفع مشکل علل مختلف بروز پدیده کریستال رو به صورت کامل شرح میدیم که امیدواریم کمک شایانی برای رفع و جلوگیری از این مشکل به شما بکنه. کریستال نوع اول. اولین نوع کریستال که در اینجا به شرح میپردازیم در اثر ورود بیش از اندازه انرژی حرارتی در قسمت ژنراتور در مدل‌های تک اثره و دو اثره و نیز روشن ماندن شعله مشعل در مدل‌های شعله مستقیم و تجمع بیش از حد آب در اواپوراتور و نتیجتاً خشک شدن محلول در ژنراتور می باشد. این نوع کریستال بدترین حالت کریستال بوده و در بعضی مواقع خطرناک و رفع آن زمان بر است. در این نوع کریستال بلوری شدن یا سنگ شدن محلول در اثر حرارت بیش از اندازه در قسمت ژنراتور و قسمت انتهایی ژنراتور اتفاق می افتد. در این نوع کریستال چیلر به شدت سرریز می کند و سیکل از کار می افتد. روش برطرف نمودن کریستال خط ژنراتور. در این حالت اولین موضوع مهمی که باید رعایت کنید حفظ خونسردی می باشد. متاسفانه در این رابطه شخصا تعدادی از همکاران با تجربه و استادکار را دیدم که با شنیدن کلمه کریستال چنان جنجالی به راه می اندازند که اطرافیان را دچار استرس و نگرانی می کنند و نه تنها وضعیت را بدتر می کنند بلکه به وخامت آن نیز کمک می کنند بدون اینکه متوجه حرکات اشتباهشان در آن لحظه بحرانی بشوند. پس بهترین حالت و بهترین کارایی زمانی حاصل می شود که خونسردی خودتان را حفظ کنید. همیشه این را متصور باشید که بدتر از بد اتفاق نخواهد افتاد. پس با خونسردی بهترین تصمیم را بگیرید. حفظ خونسردی به این معنا نیست که موضوع را کم اهمیت جلوه دهید، بلکه به همین خاطر با کمال خونسردی بهترین تصمیم را بگیرید و موارد پیشنهادی گروه مهندسی مهرسپند را مو به مو اجرا کنید. انشالله مشکل رفع خواهد شد. در ادامه گفتیم که وضعیتی که با آن روبرو هستید کریستال نوع خشک اتفاق افتاده، یعنی تبخیر ماده مبرد که آب است در ژنراتور صورت گرفته و به صورت کامل از محلول جدا شده و محلول به شکل ماسه در آمده و آب به مقدار زیاد در رفریجرنت تانک جمع شده. البته در بعضی از قسمت‌های مذکور به شکل بلور شده است. برای حل کردن نمک معمولی یا سنگ نمک بهترین روش حلال آب است. پس اولین کاری که می‌کنیم تزریق آب از قسمت مکش پمپ و از قسمت‌هایی است که مطمئن باشیم آب می‌تواند وارد قسمت محلول غلیظ در دستگاه بشود. شاید این سوال برایتون پیش بیاد که چه مقدار آب به دستگاه تزریق کنیم. اولین کار انتقال آب جمع شده در رفریجرنت تانک به محلول سلوشن در قسمت ابزوربر است. در این وضعیت از 100 لیتر حداقل و 2000 لیتر حداکثر آب مقطر و حتما توجه داشته باشید که آب مقطر تزریق کنید تا سیستم به رسوب آلوده نشود. پس طبق روال همیشگی در صورت امکان سنسورها را از غلاف‌ها خارج کنید و فلوسویچ‌ها را یکسره کنید. در این حالت پمپ‌های چید و کولینگ را خاموش کنید و یک عدد مانومتر فشار با رنج 0 تا 5 بار در قسمت خروجی پمپ سولوشن نصب کنید. با اضافه کردن 100 لیتر آب به مکش پمپ سولوشن شروع می‌کنید. فشار دهش پمپ سولوشن در این حالت در بیشتر چیلرها حدود 1 تا 1.5 بار می باشد و
هدف از فشارسنجی پمپ سولوشن به این منظور است که پمپ بدون محلول کار نکند. این امر باعث خشک شدن یاتاقان پمپ شده و در مدت کوتاه موجب سوختن آن می شود و خسارات مالی سنگینی وارد می کند. سپس یک تکه پارچه بر روی پمپ سولوشن قرار دهید و مقدار کمی آب سرد به صورت دائمی روی پمپ بریزید. این کار به خاطر جلوگیری از داغ شدن پمپ محلول می باشد. توجه کنید که آب طوری ریخته شود که با ترمینال برق موتور تماس پیدا نکند. در این وضعیت از وکیوم کردن چیلر خودداری کنید. بعد از اینکه دستورالعمل را مو به مو انجام دادید، بخار یا آب داغ یا آب گرم را به آهستگی وارد چیلر کنید. شیر کنترل را باز کنید یا چیلر را استارت کنید. اگر دمای ژنراتور را تحت کنترل داشته باشید بهتر است. بعد از اینکه با در نظر داشتن فشار خروجی پمپ سولوشن، اگر فشار محلول بالا نیامد نشانه باز نشدن مسیر محلول است و دوباره آب تزریق کنید و آنقدر تزریق آب را ادامه دهید تا حرکت محلول را در خروجی ژنراتور در لوله مربوطه به مبدل حس کنید. در این وضعیت جهت تسریع در باز شدن مسیر محلول، از یک شعله پک استفاده کنید و مبدل را به خوبی گرم کنید. دقت کنید شعله را هرگز یک جا و ساکن نگیرید، یعنی شعله را ملایم حرکت بدهید. توجه داشته باشید دمای چیلر در کلیه قسمت ها می تواند تا 110 درجه بالا برود. جای نگرانی نیست، ولی بهتر است حدود 100 درجه گرم شود. ممکن است و حتی ممکن است در 90 درجه سانتیگراد کریستال باز شود. البته با داشتن تجربه از صداهای مخصوصی که در دستگاه ایجاد می شود می توان پی برد که مسیر باز شده، ولی نباید به این اکتفا کنید. فشار خروجی محلول را در نظر داشته باشید. توجه بسیار مراقب باشید دمای پمپ سولوشن نباید بالا برود. از پارچه و آب سرد حتما استفاده کنید و به دقت در کل زمان انجام عملیات مراقب دمای پمپ باشید. ممکن است در حین انجام این پروژه بیشتر از 1000 لیتر آب به دستگاه تزریق شود. بنابراین کار ممکن است خیلی زمان بر باشد. در این حالت به علت بالا رفتن حجم آب و محلول در دستگاه سرریز دائمی داریم. این جای نگرانی ندارد. فقط توجه داشته باشید مسیر خروجی محلول به مبدل باز شود و نشانه اصلی باز شدن مسیر که ممکن است توأم با صدای شبیه به شکستن شیشه باشد اتفاق بیفتد و بعد از اینکه کلیه قسمت‌های دستگاه یک نواخت گرم شد، ممکن است ترمومتر دیجیتال اختلاف جزئی در قسمت‌های مختلف چیلر را نشان دهد، ولی در کل باید کلیه قسمت‌ها داغ شود. این بدان معنی است که سیستم باز شده است و باید تقریباً یک ساعت در این حالت چیلر به کار خود ادامه دهد. این یک وضعیت طبیعی است که وقتی عملیات آنتی کریستال انجام می دهید، حجم گازهای غیر قابل تخطیر بالا می رود و پس از اتمام کار انجام وکیوم الزامی است. اکنون کریستال نوع بعد در دستگاه برطرف شده، اما با حجم زیادی محلول رقیق روبرو هستیم. بهترین روش و کاملترین روش بالانس دستگاه تحت وکیوم است، یعنی دستگاه را زیر بار می بریم. در این زمان ماده مبرد که آب مقطر است به صورت اختلاط یا contamination، منظور آب مقطر آلوده به لیتیوم برماید شده است، مقدار نصف آبی که تزریق کرده اید را از خروجی پمپ رفرجرنت تخلیه کنید. سپس ضمن اندازه‌گیری میزان غلظت آب مقطر،
آن را در بشکه هایی که از قبل تهیه کرده اید ذخیره کنید. پس از تخلیه کامل آب از محلول از طریق خط رفریجرنت پمپ به وسیله هیدرومتر غلظت محلول را اندازه گیری کنید. باید توجه داشته باشید که یا مطابق جداولی که توسط این شرکت ارائه می شود یا تجربه هنگام بار کامل دستگاه غلظت محلول در قسمت خروجی پمپ محلول باید 54 الی 56 درصد باشد. موفق باشید. جهت دریافت پاسخ هر گونه سوال در این زمینه لطفاً با مشاورین فنی شرکت تماس حاصل نمایید. مشاورین شرکت به صورت رایگان همه روزه آماده پاسخگویی به سوالات علاقمندان می باشند.